بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده تلویزیون تمدن رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان اعلام کرده که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی دولت این ولایت سیتن جان باخته و ده تن دیگر مجروح شدن در ولایت غزنی نیز در مسیر شهرای کابل قندهار بر سر واژگون شدن یک موتر نو هایلکس دو تن جان باخته و نه تن دیگر زخمی شدند فرماندهی پلیس زابل نیز اعلام کرده در یک رویداد ترافیکی در این ولایت سیتن کشته و یک تن دیگر زخمی شد. است. در آستانه ایده سعید فتر والی قندهار در نشسته و مسئولان امنیتی و ولسوالان این ولایت دستور داده تا تدابیر امنیتی را در شهر و ولسوالی ها افزایش دهند ملا شیرین ضمن تاکید بر حفظ امنیت در مناطق مزاحم شهر بر کنترل و پیشگیری حوادث رانندگی در ایام اید نیز تاکید کرده است در همین حال فرمادهی پلیس قندهار نیز از مردم خواستند تا برای حفظ امنیت همکاری لازم را با نیروهای امنیتی داشته باشند وزارت مالیه اعلام کرد برای حفظ امنیت کارمندان دولتی و جلوگیری از ازدهام نمایندگی های نوی کابل بانک در نواحی مختلف شهر کابل فعال است این وزارت با نشه ادلایه گفته معاشات کارمندان امنیتی در ادارات مربوطه ایشان توسط نمایندگی های نوی کابل بانک پرداخت می شود و از وقوع هر نوع خطر امنیتی جلبگیری صورت گیرد. وزارت مالیه در حال گفته که معاشات کارمندان دولتی در ادارات مربوطه ایشان پرداخت می شود که در کمتر هفته قبل در حمله به نمایندگی کابل بانک در قنده ها شماره کشتب و زخمی شدند. کار ساخت واحد های مسکونی پروژه نیلباغ با حمایت مالی کشور چین با حضور مقام های حکومتی آغاز شد. معاون اقتصادی نخواست وزیر این پروژه را در بخش ساخت و ساز مهم خواند از حکومت و سرمایه گذاران چینی خواست در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مولا عبدالغنی برادر همچنین از شهرداری کابل و وزارت شهرسازی و مسکن خواست که موانع صد راه ساخت و ساز را بردارند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود برای برندگان مسابقه کتابخانی که به مناسبت ماه مبارک رمضان در غرب کابل برگزار شده بود جوایز اهدا شد هدف از برگزاری این مسابقه آشنا ساختن جوانان با مناسبت ها و فضایل ماه مبارک رمضان ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت فضایل اخلاقی و اجتماعی خوانده شده است شرکت کنندگان محتوای کتابی این مسابقه را مفید دانسته و گفتند با بسیاری موضوعات مهم آشنایی پیدا کردند و خبر اخیر این که وزیر خارجه روسیه در یک سفر رسمی وارد بیجینگ پایتخت چین شده سرگی لاروف در سفر با وانگی وزیر خارجه چین گفته بر اساس گزارش ها محور این مذاکرات وضعیت اوکراین منطقه آسیا و اقیانوسیه مسائل همکاری دو جانبه و تعامل در عرصه بین المللی خواهد بود با ادامه سیاست های تهاجمی غرب علیه این دو قدرت شرقی روابط میان مسکو و بیجینگ در حال گسترش است با پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش خدا نگهدار